جایزه نوبل اقتصاد سال 2020 مشترکان به دو اقتصاددان برجسته آمریکایی از دانشگاه استنفورد در آمریکا اهدا می‌شود. مهیار آرمین و جزئیات بیشتر. دبیر کل آکادمی نوبل، پال آر و رابرت بی ویلسون بی را برای بهبود نظریه حراج یا نظریه مزایده و ابدار رویه های نوین و مؤثر برای فروش در حراجی ها به عنوان برندگان جایزه نوبل اقتصاد معرفی کرده است. به گفته کمیته آکادمی نوبل، کشفیات این دو اقتصاددان در راستای منافع فروشندگان، خریداران و مالیات دهندگان در سراسر سر جهان بوده است. پال آل میلگرام 72 ساله اقتصاددان و پروفسور علوم انسانی در دانشگاه استنفورد است. او کارشناس نظریه بازی و نظریه حراج و استراتژیک قیمتگذاری است. رابرت بی ویلسون 83 ساله اقتصاددان و پروفسور علوم مدیریت در دانشگاه استنفورد است. تحقیقات وی در حوزه قیمتگذاری نقش ای بر سیاست گذاری شرکت شرکت‌های بزرگ به ویژه در صنعت انرژی داشته است. در روزهای اخیر برندگان نوبل در علوم پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح اعلام شده بودند. محیار آرمین صدای آمریکا واشنگتن